امروز روز شنبه، در واقع 4 جولای 2020 است. گفتگو میکنیم با شهرزاد عزیز، و شهرزاد از پناهجویان، انسانهای دلاوری است که در واقع در حال حاضر در ترکیه هست، در ترکیه هست، و ما با ایشون در حال صحبت هستیم، راجع به کاراشون صحبت میکنیم و خودشون توضیح خواهند داد اصلا چرا الان در ترکیه به سر میبرن به عنوان پناهجو و چه فعالیت هایی داشتن، با توجه به اینکه هر گونه فعالیت مدنی، سیاسی، اجتماعی در ایران با مخالفت و با سرکوبی شدید مواجه است. علتش این هست و ببینیم که در حقیقت شهرزاد بانو که از این به بعد حضور فعال خواهند داشت در مبارزه برای حقوق شهروندان، پناهجویانی که در حال حاضر نمیشود گفت شهروند اون کشور هستند، در ترکیه اگر هستند در انتظار به اصطلاح گرفتن اجازه به عنوان پناهجو در کشور سالس، در کشور سوم هستند. شهرزاد بانو عزیز، درود بر شما. سلام و عرض ادب خدمت شما. بله، همون جور که فرمودین، الان ما 5 سال هستش که در ترکیه هستیم و به خاطر شرایطی که تو ایران برامون به وجود اومد مجبور شدیم که یه با بچه 2.5 سال و شرط خیلی سخت بیایم و به ترکیه پناه بیاریم. و الان توی این 5 سال هیچ اتفاق مثبتی تو زندگی ما نیفتاده با وجود پیگیری‌ها. ما حتی یک پیش مصاحبه ساده از طرف سازمان ملل نشدیم و مشکلات زیادی که اینجا باهاش روبرو بودیم و روبرو شدیم تو این مدت. من به شخصه سعی کردم واقعا اون چیزی که در توان دارم بتونم کمک بکنم به خانم‌ها و کودکانی که هستن اینجا و خیلی آسیب دیدن، بتونم کمکی بهشون بکنم که این روزهای سخت و این فراموش شدگی یک جاهایی با کارهای ما بتونه مرهمی باشه بر زخم‌هاشون. و خب این روزها خیلی راحت سپری نشد. این 5 سال خیلی 5 سال سختی بود که ما تا به امروز پشت سر گذاشتیم. شهرزاد عزیز، بذارید این سوال از شما بکنم. در ایران فعالیت هایی که داشتید طبیعتا در چارچوب فعالیت های مدنی بوده، در چارچوب اینکه قوانین حالا همین حکومت اجازه میده. در اون مورد میتونید توضیح بدید که به هر حال تا کجا به مشکلی برخورد که شما تشخیص دادید که باید کشور رو ترک کنید؟ این فعالیتتون تو چه چارچوبی بوده؟ توی ایران من و همسرم با همدیگه واقعیتش یه هدفی رو دنبال داشتیم میکردیم و خب این هدفی که داشتیم میرفتیم و که بتونیم کاری انجام بشه، ولی متاسفانه خب دولت ایران اجازه نمیده. شما به خاطر بسته بودنی و فضای بسته‌ای که هست اجازه به شما نمیدن که شما بخواین روشنفکرانه نگاه کنین، قدم بردارین، یا حتی بخواین در مورد یک سری مسائل با اطرافیانتون حتی در تماس باشین و صحبت کنین. خب بیشتر شما اشاره کردید به زنان که به هر حال میشود گفت تحت ستم مضاعف قرار دارن در همه جوامع، به خصوص در جامعه‌ای مثل ایران که ما با یک حکومت به غایت سرکوبگر و می شود گفت ضد بشری در واقع ارتباط داریم. شما تو اونجا در حقیقت بیشتر راجع به فعالیتتون توضیح بدید، فعالیتایی که مثلا تو فرض کنید در جریانات مربوط به
میشود. اصلا بهتر اینجوری بگم، فعالیت ها رو چگونه آغاز کردید؟ تو حدی که از در رابطه با مسائل امنیتی به اصطلاح برمیخوره در این زمینه نه، ولی مثلا فرض کنید در رابطه با جنبش اخیر اولا مثلا از این طرف شروع کن. شما به ما گفتید که پنج ساله در به اتفاق، اگر درست شنیده باشم، به اتفاق خانوادتون در ترکیه هستید. بله دقیقاً. خب و مادر چند فرزند؟ مادر یک فرزند که الان 7 سالش هست. 7 سالشه. یعنی فرزندتون 2 ساله بود که ایران رو ترک کردید. بله. خب حالا میخواستم این رو بدونم که اگر 5 سال برگردیم، اجازه بدید اگر 5 ساله رو برگردیم یک کمی به گذشته، میشود گفت شما در جنبش دیماه 96 و یا آبان 98 حضور نداشتید، ولی دقیقاً آیا از دوران مثلا کودتای انتخاباتی، حالا اجازه بدید درسته، از جریان کودتای انتخاباتی که در حقیقت 1388 هست، از اون دوره به بعد چه فعالیتهایی رو شخصا حضور داشتید؟ بله به نکته خوبی اشاره کردین. اتفاقا توی همون اتفاقات من جایی کار میکردم، یه مرکز پزشکی بودش در خیابان مطهری و خب ما دقیقا بودیم و میدیدیم و حالا عکس هایی که منتشر میشد و کارهایی که ما انجام میدادیم باعث شد که خیلی مشکلات برامون پیش اومد. من و همسرم حتی تو اتوبوسی که آتیش زدن بودیم و حتی عکس برداری هایی که انجام دادیم و خب همه اینها باعث شد که خیلی بعدها ما رو اذیت بکنن و ما دوستانی داشتیم که فقط به دلیل اینکه وایستادن و نگاه کردن دستگیر شدن و بردنشون و ما ازشون هیچ خبری نداشتیم، بی‌نام‌ونشون بودن و ما خب با کسانی که بودیم دنبال این بودیم که خب چرا این اشخاص کجان، چرا انقدر ظالمانه باهاشون رفتار میشه، این شخص کار خاصی انجام نداده بود، فقط به عنوان یه بیننده داشت ظلمی که در حق مردم میشد و نگاه میکرد و اینها بعدها حتی از سرنوشت بعضی هاشون هم اینطور که میفرمایید حتی هیچ وقت تا زمانی که شما ایران بودید اطلاع پیدا نکردید چه شما یا خانوادهشون، یعنی اشاره به این که بعضی کسا، البته همه بیگناهند، تمام قربانیان و تمامی مردم زیر ستم این حاکمیت در واقع گناهی ندارن، حد اکثر گناهشون آن چیزی است که در یک کشور دموکراتیک، در یک کشوری، همین کشورهایی که با حتی در ترکیه که شما حضور دارید و باز هم حکومت چندان دموکراتیکی نداره، ولی باز هم اقداماتی که صورت میگیره مثل اعتراض، به قول شما حالا فراتر از اون حتی میتوانید به عنوان یک فردی که فقط ناظر بوده، هیچ کاری نکرده، هیچ تظاهراتی هم نکردید، شعاری هم نداده، دستگیر بشید و مدت‌ها در زندان بمونید و بعد از سرنوشت اطلاع پیدا نشه. درسته این وضعیت؟ بله دقیقا همینطوره و خب من و همسرم از یک شهر کردنشین میایم و در از کرد هستیم و متاسفانه ما چون خب بعد از سال 80 و 90 ما به شهر خودمون برگشتیم و اونجا زندگی کردیم و چون شهر بسته بود، فضا کوچیک بود، بیشتر زیر ذره بین بودیم و بیشتر اتفاقات بد برامون میافتاد، جوری که مجبور شدیم که با شرایط زندگیمون و خانواده‌مون و هر چیزی که داشتیم، هر وابستگی که داشتیم و رها کنیم، با یک بچه بیایم و به ترکیه پناه بیاریم. ولی خب ثمره این پناه آوردن شده
رهایی، جوری که ما به ترکیه اومدیم ولی رها شدیم و هیچ کس از ما نمیپرسه حتی هستید، وجود دارید. ما با این همه سختیایی که توی جامعهمون داشتیم و تهدیدایی که شدیم و تو منگنه‌هایی که قرار گرفتیم، برای اینکه زندگی آرامتری داشته باشیم، برای اینکه فرزندمون متشنج نباشه فضای زندگیش، اومدیم. ولی این اومدنمون آقای بدیع هیچ ثمری تا به حال نداشته، چون که هنوزم که هنوزه شاید باورتون نشه توی همین ترکیه ما اسم کرد بودنمون که میاد گارد گرفته میشه، یعنی حتی با این موضوع اینجا بد رفتار میکنن و باید مخفی کنیم اینو، این ما باید کرد بودن خودمون رو مخفی کنیم. بله متاسفانه این بخش از نه فقط هموطنان ما، بخش این بخش از انسان ها که حالا در جاهای دیگه هم به سر میرن، یعنی کردهای عزیز که واقعا اگر خوب نگاه کنیم یک ذخیره فرهنگی بشری هستند، یعنی با فرهنگ غنی که دارن، چه کردهایی که در عزیزان کردی که در سوریه، در ایران، در ترکیه حالا تحت ستم هستند، در ایران هم که جای خود همواره بودند در زیر سلطه این استبداد. واقعا این بخش جامعه بشری از نظر من، جامعه بشری به این بخش از انسانها، از عزیزان کوبانی گرفته تا مبارزین دوره‌های گذشته در کشور خودمون، از قبل از حتی 57 در واقع جامعه بشری یک عذرخواهی بزرگ بدهکار. امیدوارم در اثر مبارزات همه انسان‌های آرمانگرا بتوان روزی برای این بخش از انسان‌ها یک آرامشی به وجود آورد. تا اون روز این مبارزه ادامه خواهد داشت، نه فقط برای کلیه انسان‌ها، بلکه به ویژه عزیزانی که در مناطق کردنشین زندگی میکنند و سالهای سال با ستم درگیر هستند. نه فقط ستمی است که از حاکمیت استبداد مذهبی در ایران هست. امیدوارم روزی برطرف بشه. بفرمایید. امیدوارم واقعا. و اینکه حالا بحث کرد بودن خودمون رو مطرح کردم، آقای بدیع، ما توی ترکیه میبینیم که واقعا اینجا دیگه ترک بودن، کرد بودن، لور بودن، فارس بودن، یعنی اینا معنی نداره. ما همه یک هستیم و همه به یک میزان رها شده از طرف سازمان ملل هستیم. فرق نمیکنه، ما همه خواهر و برادر هستیم، همه یکی هستیم. و این موضوعات میشه گفت که برای همه ما هستش. دقیقاً اینطوره. و من اینجا میخواستم اینم بگم، واقعا دلم برای زنان وطنم میسوزه، به خاطر اینکه خیلی از خانم هایی که توی ایران توی شرایط سخت، تو خانواده های مذهبی، ازدواج هایی که طبق سنت بوده و به زور بوده و خب اتفاقات زیادی که برای زنان وطنم افتاده و الان این خانم ها به هر دلیلی پناه آوردن اینجا و اینجا زندگی های سختی دارن. من با یکی از این عزیزان در نزدیکی با هم مراوده داریم، یه دختر خانومی هستن که ایران به خاطر شرایط مذهبی خانواده یه اتفاقی میفته و ایشون فرار میکنه از دست برادرش، چون میبینیم که به راحتی زنهای ما رو دارن میکشن، به راحتی دخترهامون رو دارن سر میبرن. و این خانوم اومده اینجا، الان این خانم نزدیک 6 ساله که تو ترکیه هستش و خب به خاطر اینکه هیچ رسیدگی نمیشه، به خاطر اینکه هیچ کمک مالی نمیشه، افراد اینجا مجبور به همخونه شدن میشن.
اینجا افراد مجبور میشن چند نفر با هم توی یه خونه زندگی بکنن، چون نه بهشون مسکنی تعلق میگیره، نه اجازه یه کار دارن و خیلی ها کار میکنن و حقوقاشون داده نمیشه. به خاطر این زنهای تنها، دخترهای تنها خیلی آسیب میبینن. این خانم اینجا میاد و با یه آقای آشنا میشن و با هم دیگه زندگی میکنن. این خانم این اتفاق بعد تو زندگیش میفته که درسته یک جور هنجار شکنی به حساب میاد، ولی باردار میشه و این آقا این خانم رو رها میکنه میره. الان این خانم بچهشون 2 سالشه. متاسفانه از طرف سازمان ملل هم پلیس بهش ترک خاک داده و این به طور قاچاق داره اینجا زندگی میکنه. میگه من اگه برگردم خب میشم همون دختری که سرشو بریدم. من بچه ای نداشتم داشتن سرمو میبریدن، امروز من چه جوابی باید بدم؟ امروز من برگردم به قتلگاهم، یعنی خودم رسما خودمو تحویل بدم که بفرمایید منو بکشین، من با یه بچه 2 ساله باید چی کار بکنم؟ من واقعا دلم برای زنان مملکتم میسوزه که میان از یه فضای سنتی میان توی فضای باز و با این گونه مشکلات روبرو میشن. بله. بله. شهرزاد عزیزم اجازه بدید که گفتگون رو در همین جا به پایان ببریم و بخش دوم صحبتمون رو با حضور دوست عزیز، دیگر عزیزان پناهجوی دیگر که در این زمینه فعال هستند پی بگیریم. از شما سپاسگزارم شهرزاد عزیز. من همینطور. در یه فرصتی هم بیشتر تو این زمینه، در زمینه مشکلات این بخش از هموطنان و به ویژه زنانی که در ایران تحت یک حاکمیت می شود گفت جنایتکار در حقیقت، و حالا که سنت های بسیار عقب مانده رو نه تنها کاری در تقویت کرده، یعنی در جامعه ما با یکی از رذل‌ترین تبهکارترین حاکمیت ها در ایران سر و کار داریم. حالا بعدن بیشتر این رو باز خواهیم کرد، صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما برای صحبت ها و مطالبی رو که با ما به اشتراک گذاشتید. ممنون از شما. بدرود با همه عزیزان.